با تمام قوا دنبال زدن توپ به دروازه حریف هستند، اما هیچ پشتوانه‌ای ندارند. وقتی روز 10 آذر اعلام شد فدراسیون فوتبال ایران به عنوان بهترین فدراسیون آسیا است، هر کس که اندکی آشنایی با چند و چون ورزش ایران داشت با این حرف مسخره خندید، به نحوی که روز بعد روزنامه حکومتی اعتماد تحت عنوان پوستین وارونه در فوتبال نوشت: باورپذیری این موضوعات برای جامعه به راحتی نیست. عددسازی در فوتبال ایران موضوعی عیان شده از طرف خود فدراسیون فوتبال است. 3 هفته بعد بادکنک این رقم سازی ها ترکید و خبرگزاری حکومتی ایرنا از سقوط 15 پله ایران در ردبندی فیفا خبر داد. واقعیت خرابکاری های رژیم آخوندی در موضوع ورزش ایران ابعاد بسیار گسترده ای دارد. مهمترین ویژگی ورزشکاران ایران روحیه آزادمنشی آنان در برابر زورگویی های حکومت هاست. رژیم برای مقابله با این روحیه تلاش های گسترده ای به عمل آورده، از جمله واگماشتن یک مش پاسدار و سرکردگان سپاه در باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی، هم آنها را کنترل کند هم درآمدهای آنها را به یغما ببرد. آخرین نمونه آن پاسدار رویانیان از نیروی سرکوبگر انتظامی است که اخیراً به ریاست باشگاه پرسپولیس گماشته شده است. وی با اقدامات سرکوبگرانه و توهین و تحقیر ورزشکاران سعی در جلوگیری از بروز حرکت‌های اعتراضی از جانب ورزشکاران یا هوادارانشان کند. بیشک یکی از بزرگترین اشکالات تیم پرسپولیس بازیکناش هست. انضباط و نوع رفتار و سطح توقع بالا اشکالی است که تو بازیکنای ما وجود داره. بازیکنای من هنوز به اون حد نرسیدن، حرفه‌ای نیستن. توقعات بسیار عجیب غریب و بالا. هشدار میدم، هشدار جدی میدم و عمل میکنم بهش. رفتار 6 ماه گذشتهشون کاملا بررسی شده نیم فصل و رفتار نیم فصل دومشون مورد به مورد پیگیری خواهد. وقتی پاسداران لومپن گماشته شده بر فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی جلوی دوربین اینگونه برای بازیکنان معروف‌ترین تیم ورزشی ایران خط و نشان می‌کشند، می‌توان حد زد که چه رفتاری با ورزشکاران و ورزش دوستان دارند. پهلوان مسلم اسکندر فیلابی، مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران، در مورد وضعیت ورزش در ایران گفت: ببینید، ورزش ایران، وقتی ما حرف میزنیم باید بگیم 50% جمعیت ایران، برای اینکه 50% جمعیت مردم ایران از ورزش محرومن و اون زنانن. یعنی تا زمانی که رژیم هست ما در ایران هیچ وقت نمیتونیم یک مسابقات آسیایی، المپیک، یه چیزی برگزار کنیم، یه مسابقات بین المللی که مردم ایران هم در جامعه خودشون رو به هر حال به دنیا نشون بدن که ما هم میزبان یک بازی‌های آسیایی یا المپیکی چیزی بودیم. در نتیجه رژیم ایران در تمام فدراسیون‌ها و در تمام حتی تیم‌های ورزشی به خصوص در باشگاه‌های فوتبال تمام پاسدارانشون رو اونجا گماشته که از پاسدارا بتونن ورزش ایران رو پیشرفت بدن. پاسدار یه آدم بی‌سواد و جانی است که آمده به خاطر شکم پر کردن شکمش به جنایات زیادی دست زده. خب اینها که نمیتونن در یک محیطی که پشتوانه جوانمردی و انسانی داره کار کنن. ورزش ایران رو کسانی باید انجام بدن که یک روحیه از جوانمردی داشته باشن. در ورزش ایران باید علم وجود داشته باشه که وجود نداره. اصولا این رژیم با علم مخالفه. وقتی علم نبود ورزش نمیتونه پیشرفت کنه. شما ببینید ما سالهاست داریم 30 سال انجام میدیم، هر از گاهی گلی در شورزار میره، اونم به خاطر بارها ایران گفتم من اینو، یک ورزشکار یه مربی دلسوز میاد میتونه یک کاری انجام بده و بعدش باز ما هیچی نخواهیم داشت. ورزش ایران ورزشی نیست که روش حساب کنیم. برای همین هم هست که مردم ایران، جوانهای ایران، الان 70 میلیون ایرانی بیان بپرسن از دولت در این سالها چه ورزشگاه جدیدی درست کردید؟
هنوز ورزشگاه همون ورزشگاه 33 سال پیشه، ورزشگاه امجدی همون ورزشگاه 50 سال پیشه و تمام شهرها هم به همین ترتیب. کو اون زمانی که رفسنجانی قول داده بود که نمی‌دونم چند هزار ورزشگاه درست خواهد کرد؟ نیست. نعل نیسا رو بهشون بالو پر میدن و اونها هم که از ورزش خبری ندارن، فقط آدمایی هستن که عرض کردم اولش پاسدارانی بودن که آمدن سر کار و میخوان ورزش رو یه کاری انجام بدن. من از ورزشکاران عزیز، از شما ورزش دوستان، ورزشکاران گرامی، بهترین کسانی هستین که اگر به راستی پوریای ولی و جهان پهلوان تختی رو الگو قرار میدید، بیاید تو میدانها و اعتراض کنید، حق مادر ستار بهشتی ها رو بگیرید و صدای مظلومیت اونها باشید. جهان پهلوان تختی کی بود؟ جهان پهلوان تختی صدای مردم مظلوم ایران بود. مطمئن باشید مردم ایران قدر زحمات شما را خواهند دانست و اون فرهنگ غنی که ورزش ایران که متصل به تمام نهضت های عیاری و جوانمردی و پهلوانی های سابق هست شما را گرامی خواهد داشت. یادتون باشه 1968 من برای اولین المپیک رفتم مکسیکو سیتی، دیدم سیاه‌پوستای آمریکایی در میدان المپیک مشت هوا میکنن و حق سیاه‌پوستا رو میخوان در آمریکا. مگر شما ورزشکارا چه کم داریم از دیگران که حق مردم مظلوم ایران رو نتونیم بگیریم؟ در میدان‌های بین‌المللی شما به راحتی میتونید صدای مردم ایران باشید. مطمئن باشید که این رژیم به زودی خواهد رفت و شما سرفراز بین مردم ایران زندگی خواهید کرد. مردم ایران، نوادگان بابک و یعقوب و ستارخان و دکتر مصدق و حنیفن و الان هم به رهبری مسعود مریم این مملکت رو آزاد خواهیم کرد. به امید اون روز انشاءالله.